سلام، من پرگل هستم. ما اینجاییم که با هم دیگه یاد بگیریم آرشه کشی لگاتو و دتاشه رو و فرقی که بین لگاتو و دتاشه وجود داره. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید و اگر سبک ویدیوهای آموزشی من خوشتون اومد و براتون مفید بود، کافیه که من رو فقط سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کوچیک رو فعال بکنید که به محض آپلود ویدیوهای جدید با خبر باشید. لگاتو چیست؟ در تئوری موسیقی یکی از اجزای نوت نویسی و موسیقی هستش که برای پیوستگی بین دو الی چند نوت توسط یک خط منحنی شکل یا خط اتصال که بالا یا پایین اون نوت ها قرار میگیره میگیم لگاتو. خب نکته ای که وجود داره، خط اتحاد چیست؟ خط اتصال چیست؟ خط اتحاد به خطی منحنی شکل که بالا یا پایین دو الی چند نوت هم نام و هم فرکانس قرار میگیره و نوت ها رو به هم وصل میکنه گفته میشه. پس نکته شد خط اتحاد میشه نوت های هم نام و هم فرکانس، یعنی ما نوت اولمون رو اجرا میکنیم به علاوه ارزش زمانی نوت دوممون که به نوت اولمون داده شده و همه اینها رو ما در یک آرشه، حالا چارشه راست چارشه چپ اجرا میکنیم. همونطور که دارین در تصویر مشاهده میکنید، ما دوتا نوت سی به ارزش سیاه داریم که توسط خط اتحاد به هم دیگه وصل شدن. پس ما اول نوت سیمون رو اجرا میکنیم و به علاوه نوت سی دومم، یعنی دو ضرب نوت سی اجرا میکنیم در یک آرشه. خب خط اتصال یعنی چی؟ به خطی منحنی شکل که کاملا شبیه خط اتحاد هستش، ولی به خطی منحنی شکل که بالا یا پایین دو یا چند نوت غیر هم نام و غیر هم فرکانس قرار میگیره و اون نوت های غیر هم نام و غیر هم فرکانس رو به هم وصل میکنه خط اتصال گفته میشه، که باید همه نوت ها رو پیوسته به هم و پی در پی بدون هیچ سکوت و وقفه اجرا کرد در یک آرشه. پس میتونیم یه نتیجه گیری کلی بگیریم برای تعریف لگاتو. لگاتو گروهی از نوت های هم نام و گروهی از نوت های مختلف رو به هم دیگه متصل میکنه، پیوستگی ایجاد میشه در یک آرشه، حالا چه آرشه راست چه آرشه چپ. دتاشه چیست؟ اجرای پی در پی نوت ها ولی به صورت مجزا، یعنی هر نوت دارای آرشه کشی مجزا باشه. به زبان ساده تر تعریف دتاشه میشه آرشه کشی جدا برای هر نوت. خب حالا که ما با مفهوم لگاتو و دتاشه آشنا شدیم، بریم کمی با همدیگه تمرین روی سازمون داشته باشیم که برامون کمی مفهوم آرشه کشی لگاتو و دتاشه بیشتر جا بیفته. برای مثال تصمیم گرفتم مثال هایی که برای آرشه کشی های لگاتو مثال زده بودیم رو با هم دیگه اجرا بکنیم تا مفهوم اونها کمی برامون واضح تر بشه و بعد اون خط اتحاد یا اون خط اتصال رو نادیده بگیریم و دتاشه اجرا بکنیم اون نوت رو، تا فرق لگاتو و دتاشه برامون کاملا واضح بشه. اولین مثالی که زدم مثالی بود که برای خط اتحاد زده شد. همونطور که میبینید نوت سی من توسط خط اتحاد به نوت سی بعدی خودش وصل شده و قرار شد که من نوت اولم رو کاملا ارزش زمانیش رو اجرا بکنم به علاوه
ارزش زمانی نوت بعدیم که همه این نوت در یک آرش صورت می گرفت. به این صورت. وجود داره. اگر من یا شما بیاید بین این دو نوت کمی مکس یا کمی سکوت ایجاد بشه، کاملا اون پیوستگی خودش رو از دست میده، چون ما اینجا علائم دیگه نداریم که گفتن که این نوت رو به چه صورتی بزنیم. الان ما یک آرشکشی پیوسته ساده داریم. پس اگر مکس یا سکوتی بین این دو نوت قرار بگیره، دیگه ما آرشه کشیمون پیوسته نیست و کاملا اشتباه. به این صورت. یه آرشه کشی کاملا اشتباهه. پس آرشه کشی درست که من زدم برای خط اتصال. خب حالا اگر من بیام آرشه کشیم و انگشت گذاریم پی در پی نباشه، یعنی فاصله بین انگشت گذاریم فاصله بین آرشه کشیم باشه، دو خطایی رو ایجاد میکنه. اولیش که اون پیوستگی آرشه کشیم از بین میره و وقتی که انگشت گذاریم سر تایم سر ضربم نیاد، ارزش زمانی نوت قبلیم بیشتر میشه و ارزش زمانی نوت بعدی همون نوتی که دارم اجرا میکنم کمتر میشه و شما از ریتم خارج میشید. پس به این نکته کاملا دقت بکنید که هر نوت رو کاملا ارزش زمانیش رو بیان بکنید و آرشه کشی پی در پی داشته باشید بدون وقفه. الان حالت اشتباه رو میزنم. وقفه بین آرشه کشیم بود. حالا اگه انگوش گذاریام دیر باشه، خب حالا آرشه کشی درست یک دو سه و خب به این صورت. حالا اگر بیایم دتاشه این درس ها رو با هم دیگه اجرا بکنیم، اولیش خط اتحاد رو اگر برداریم روی نوت سی، خب حالا اگه خط اتحاد بود، حالا اگه خط اتحاد نباشه دتاشه، حالا برای نوت بعدیمون کشی لگاتو و دتاشه. ممنون از وقتی که گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. منتظر ویدیوهای آموزشی بعدی من باشید. اگر براتون سوال یا مشکلی بود حتما کامنت بکنید تا با هم دیگه بررسیش کنیم و رفع اشکال بکنیم. اگر از سبک ویدیوهای آموزشی من خوشتون اومد و براتون مفید بود، کافیه که من رو فقط سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کوچیک رو فعال بکنید که به محض آپلود ویدیوهای جدید با خبر بشید. ما اینجاییم که با هم دیگه یاد بگیریم و بنویسیم.